ناله های این سرزمین به گوش خدای حقیقی رسید و زمان آن رسیده که خدا قوم من و تو رو تفقد کنه. خداوند ما رو خوانده تا رهبران باشیم، تا دانه ها و ثمرات نیکو در زمین خداوند بنشانیم و به بار بیاریم. خدا میخواد ایران رو از طریق ایرانی آزاد کنه. من که برای خداوند انتظار میکشن نیروی تازه خواهند یافت و با بالهای همچون عقاب اوج خواهند گرفت. با ایمان اعلام کن که روح خدا بر من است تا اسیران رو آزاد کنم، روح خدا بر من است تا فقیران رو بشارت بدم، روح خدا بر من است تا زندانیان رو آزاد کنم، روح خدا بر من است که گفتگان رو امید بدم. ما عیسی مسیح دیروز امروز و تا ابدالآباد همانه. مسیح خدا روی تو میاد و ثابت میکنی آنچه که دارم میگم میشه، آنچه که دارم میگم ببین، آنچه که دارم به تو میگم و تجربه بکن. آمین. حتی در زمانهای آخر که من و تو امروز در زمانهای آخر هستیم، روحش رو بیشتر و بیشتر خواهد ریخت. پس اون آیات و معجزات باید بیشتر و بیشتر در کلیسای خدا عمل بکنه. مس از کجا میاد؟ از حضور خدا میاد. مس از کجا میاد؟ از زندگی مقدس میاد. مس از کجا میاد؟ از ثمرات روح میاد. مس از کجا میاد؟ در روح راه رفتن میاد. مس از کجا میاد؟ در راستی خدا ایستادن میاد. مس خدا دست خداست که روی تو رو تایید میکنه. خدمت تک تک شما عزیزان سلام عرض میکنم. به خانه خداوند خیلی خوش آمدید. خوشحالیم که میتونیم در اولین یک شنبه از سال 2020 میلادی در خانه پدرمون با هم ساکن بشیم در روح و راستی او و پر بشیم از قوت خداوند، پر شیم از پیغام های نیکو شفا بخش خداوند. میدونم که سال 2019 پر از مشکلات بود و پر از خستگی ها به نام مسیح، که خستگی ها رو همین جا پای صلیب عیسی مسیح بگذارید، قوت و شالوم حضرت الله رو دریافت بکنید برای یک سال جدید. اومدیم به حضور خداوند که در او استراحت و آرامی بیابیم و دعای من برای تک تک شما اینه که از قوت او آراسته بشید. هر مشکلی، هر غمی، هر دردی که دارید همینجا پای صلیب مسیح بگذاریم و او وعده داده که تمام بارهای ما رو برمی‌داره، نه؟ وعده داده که تمام دعاهای ما رو بشنوه و در وقت نیکوی خودش به آنها جواب بده. امسال نمیدونیم چی پیش روه، ولی یک چیز خداوند تو سال گذشته آخر سال به من نشون داد که سال 2020 ممکنه سال بی مشکلی نباشه، شاید مشکل ها بیشتر هم باشن، اما امسال سال نجاته. سال قلب های بسیاری که برای خداوند لمس بشن و این میسر نمیشه مگر اینکه روح خداوند بر من و تو بیاد تا پر از قوت ایمان بشیم و بایستیم برای جان های گم شده، چون خداوند وعده داده جان های گم شده بسیاری رو برای خداوند در سال 2020 صید خواهد کرد. قلب های بسیاری، جان های گم شده بسیار نجات خواهند یافت و خبر بهتر اینه که از میان تمام این نجات یافتگان پولسان بسیار بلند خواهند شد. شاید کسانی که آدم بدی نیستن ذاتن، ولی دارن جفا میکنن به دیگران، نمیدونن و فکر میکنن دارن کار درستی رو انجام میدن. دعای من و دعای ما اینه و دعای خداوند اینه که این افراد رو نجات بده. افرادی که مثل پولس میخوان خداوند رو پیروی بکنن اما از راه اشتباه نمیدونن، در خطا هستن، در گناه هستن، خداوند اونها رو نجات خواهد داد، نه؟ با دعای قوت، با دعای من و تو، خداوند سرزمین ما رو بلند خواهد کرد. آمین. زیرا خدا جهانیان رو آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودان یابد. این آیه که قوت بسیار درش هست که خداوند اومده تا گم شده را نجات بده و حیات جاودان بهش بده. نمیخواد قلب خدا این نیست که هیچ کس، حتی اون کسی که داره به دیگران ظلم میکنه، هلاک بشه. خداوند میخواد اون را هم نجات بده و دعای من و تو، خداوند میخواد ما رو بلند کنه، قلب‌های ما رو شفا بده تا بایستیم برای کسانی که دارن جفا میکنن، چون خداوند میخواد اونها رو هم نجات بده. آمین. دعا میکردم برای مسیر امروز و خداوند من رو برد تو اول پادشاهان و میخوام آیاتی رو براتون بخونم، چون امروز خداوند میخواد در اولین پرستش سال 2020 میلادی خداوند میخواد ما رو پر بکنه از آسمان و با برکت میخوایم سال جدید رو آغاز بکنیم. تو اول پادشاهان فصل 8
میبینیم که وقتی که سلیمان پادشاه برای خداوند خانه ای رو بنا کرد طبق وعده که خداوند داده بود و اون خانه به اتمام رسید، خانه که خانه یهوه بود، خانه که خانه امید مردم بود، خانه که میتونستن بایستن و برای خداوند یک جا جمع بشن و به حضور او دعا بکنن و خداوند اون خانه رو اون فضا رو پر بکنه و دعاها رو بشنوه و دعا میکنه سلیمان وقتی خانه تمام شده و میگه چشمان تو به خداوند یهوه میگه چشمان تو روز و شب بر این خانه گشوده باشد، بر مکانی که درباره اش فرمودی نام من در آن خواهد بود تا دعای خدمتگزارت را که به سوی این مکان میکند بشنوی، تمنای خدمتگزارت و قوم خودت را که به سوی این مکان دعا میکنند بشنو، از سکونتگاه خیش آسمان از آسمان بشنو و چون شنیدی بیامرز. و یه قسمت دیگه براتون میخونم و میگه که این قوم خب پر از فشارها و پر از مشکلات مختلف بودن، پر از سرکشی های مختلف بودن و به خاطر اینکه تو لعنت افتادن دلشون پر از درد بود، پر از غم بود، پر از جراحات بود و داره دوباره ادامه میده و دعا میکنه، میگه که هر زمان که هر یک آگاه از جراحات دل خیش، میدونه دلش پر از زخمه، شاید میخواد ببخشه نمیتونه، میخواد آزاد بشه نمیتونه، میخواد شاد باشه نمیتونه، میخواد اون همه اون وعده که خداوند داده، اون برکت هایی که داده بگیره به دست بیاره نمیتونه، میخواد از انسانیت کهنش آزاد بشه نمیتونه، میخواد از اون کوله بار سختی که با خودش آورده آزاد بشه نمیتونه، میخواد از روزهای تلخی که با خودش هم کرده و میخواد بگذاره پشت سرش نمیتونه و دلش پر از جراحاته. میگه هر یک آگاه از جراحات دل خیش دستهای خود را به سوی این خانه دراز کنن، آنگاه در سکونتگاه خدا آسمان بشنو و بیامرز و عمل کرده به هر کس که از دل او آگاهی مطابق تمام راههایش جزا بده، چرا که تو تنها عارف قلوب جمعی بنی آدمی، تا آنگاه که ایشان در تمامی روزهای زندگی خودشان از تو بترسن، تا اینکه در تمام روزهای زندگی خودشون بدونن که تو هستی و در برابر نام تو حرمت نگه دارن. آمین. و بعد داره ادامه میده، میگه که اگه بر تو گناه بورزند، زیرا انسانی نیست که گناه نکند نه، و اگه که تو ازشون خشمگین بشی و اونها رو به دست دشمن تسلیم میکنی و اینها تو اسارت میرن و اسیر شدن، برده شدن، به خودشون بیان، توبه بکنن و التماس کنان به تو بگن خداوند گناه انحراف ورزیدیم و شریرانه رفتار کردیم، و وقتی در اسارت هستن میگه به تمامی دل و تمامی جان خود نزد تو بازگردن و به سوی سرزمینی که بهشون بخشیدی و به سوی آن خانه که برای تو ساخته شد و اسم تو برش هست نزد تو دعا کنن، آنگاه دعا و تمنای ایشان را در سکونتگاه خدا سمان بشنو. سکونتگاه خداوند نه فقط در اون خانه بود، سکونتگاه خداوند، تخت سلطنت خداوند در آسمانه، نه؟ هم در آسمان ها میشنوه، هم روی زمین خداوند میشنوه، همه جا خداوند ساکن هست. و میگه بشنو و ایشان را دادرسی فرما و قوم خود را که بر تو گناه ورزیدن بیامرز و همه عصیان هایی را که بر تو ورزیدن عفو فرما و ایشان را در دل اسیر کنندگانش ترحم عطا فرما تا بر ایشان ترحم نمایند، زیرا آنها قوم تو و میراث تو هستند، تو از مصر از گناه اونها را بیرون کشیدی، هر وقت تو را میخوانند بدیشان گوش فرا بده، زیرا که تو ایشان را از تمام جهان جدا کردی تا میراث تو باشن، نه؟ و این دعای خداوند امروز برای من و تو و برای سرزمین ما میکنه، نه؟ خداوند میخواد این سرزمین نجات بده، خداوند میخواد قلب‌های گمشده بسیاری در این سال 2020 نجات بده و خداوند میخواد پولس‌ها را بلند کنه، پولس‌ها که در گناه مطلق هستن، افتادن ولی دارن درد میکشن، خدا رو دوست دارن ولی دارن جفا میکنه، خداوند میخواد پولوس ها رو بلند بکنه و مردمی که عیسی مسیح رو به عنوان خداوند شناختن به واسطه گناهان خودشون و پدرانشون توی اسارت هستن. الان تو سرزمین ما میبینیم مردم تو سرزمین خودشون در اسارت هستن، درد دارن میکشن، دارن دعا میکنن، خداوند میگه که وقتی بیان به خودشون
وقتی بیان به تمام دل و تمامی جان نزد تو بازگردن و خدا رو شکر میکنیم که امروز لازم نیست ما حتما بریم نزد خانه خداوند، بریم به معبد خداوند تا دعا بکنیم. وقتی عیسی مسیح اون عهد دوم رو با من و تو بست با واسطه اون قربانی خودش و خونی که ریخت، اون عهد دوم بسته شد و پرده هیکل از بالا به پایین چاک خورد، امروز عیسی مسیح آن خانه رو در قلب من و تو ساخته. بدن ما معبد روح القدسه و من و تو احتیاج نداریم بریم به یک مکان به خصوص دعا بکنیم. خداوند همه جا در قلب‌های ما ساکن هست، به واسطه روح القدس در قلب‌های ما میتونه ساکن بکنه، ساکن بشه. هرچند که اسم خداوند هنوز بر معبد خداوند هست، هرچند که حضور خداوند هنوز در آن صحن هست، خداوند این فیض را به من عطا کرد و من تونستم شاهد باشم. آمین که این فیض نصیب هر کدوم از شما باشه تا بتونید برید به حضور معبد خداوند در شهر اورشلیم و ببینید که حضور خداوند اونجا چقدر عظیمه، حضور پدر، حضور یهوه چقدر عظیمه و واقعا آدم مست میشه از حضور خداوند. ولی امروز خداوند برای تمام کسانی که شاید نمیتونن و دوست دارن، ناراحت نباش، خداوند بدن تو رو معبد خودش ساخته. این خیلی با ارزش تره، چون خدا اومد بین ما، ما نرفتیم که به حضور خدا بریم، خداوند از آسمان اومد، فروتن شد، اومد در میان ما ساکن شد، در قلب پشت در قلب های ما رو زد، ما باز کردیم قلبو و خداوند اومد وارد قلب و زندگی ما شد. ایمانوئیل، خدا با ما، نه خداوند با ماست، خداوند با ماست. و هر وقت میگه برگردی با قلب و دل و جان و میفهمی اشتباه کردی، خداوند به من رحم بکن، خداوند از آسمان دعای تو رو میشنوه، دعای تو رو میشنوه و دعای تو رو اجابت میکنه. و امروز اگه این دعا رو میکنی، میخوام خداوند چون میخواد برکتتون بده و دلتون پر از شفا و قوت خداوند بشه برای سال جدید، تا بتونین افتادگان رو بلند کنی، افتادگانی که هنوز اون نجات رو ندارن، افتادگانی که هنوز اون شفا رو دریافت نکردن، افتادگانی که فقط دارن درد میکشن و وقتی میخوان با تمامی قلب، با تمامی دل و جان نزد خداوند برگردن، ما دعا میکنیم و خداوند و شفاعت میکنیم و خداوند صدای ما رو میشنوه و اونها رو نجات میده و ایشان را در دل اسیر کنندگانشون، اونهایی که اینا رو اسیر کردن، اونهایی که دارن بهشون جفا میکنن تو در سرزمین ما، خداوند محبت خودتو در دل این اسیر کنندگان بریز تا نسبت به قوم تو، نسبت به فرزندان تو رحم بکنن، نسبت به جانهای مردم رحم بکنن، چون که تو این سرزمین رو برگزیدی تا تاج و تخت سلطنت تو برپا بکنی. منظور یه پادشاهی زمینی نیست، منظور پادشاهی آسمانه. خداوند میخواد این سرزمین رو نجات بده و کیه که بتونه جلوی خداوند بایسته؟ هیچ کس تا در تاریخ نتونسته و نمیتونه یک نقطه از کلام خداوند رو جابجا بکنه و تمام عهد خداوند پا بر جا هست و هر کلامی که از دهان او خارج میشه به زمین نمیفته مگر اینکه انجام بشه و یک نقطه از کلام او گم نخواهد شد و همه وعده های او نیکو و امین بوده و هست و انجام خواهد شد. این چیزهایی که من میگم از خودم نیست، بلکه از کلام خداست، از تمام پیغام های خداونده، از نبوت های اوست و آنها را تا آخر به انجام خواهد رسانید. خداوند وقتی این معبد براش ساخته شد به سلیمان میگه که دعا و تمنایی رو که به حضور من کردی شنیدم، من این خانه رو که تو بنا کردی تا نام من جاودانه بر آن باشد تقدیس کردم و چشمان و دل من همه اوقات بر آن خواهد بود. چقدر بیشتر در عهد دوم که عهد آخره، که عیسی مسیح که پسر خداست اومده بر قلب‌های من و تو اون عهد دوم را بسته و بدن من و تو شده معبد روح خدا و خداوند در قلب و زندگی ما سلطنت میکنه و ما رو پر میکنه روح خودش و میگه من میخوام بدن تو رو که معبد من هست تقدیس بکنم، به نام عیسی مسیح تقدیس بشو تا نام من جاودانه بر تو باشه، نه؟ نام من جاودانه بر تو باشه و چشمان و دل من همه اوقات بر تو خواهد بود. چه برکتی از این بالاتر که چشمان خداوند تمام وقت بر تو باشه، یک لحظه از تو چشم بر نخواهد داشت. آیا چیزی عاشقانه تر و بالاتر از این وجود داره؟
این خودخواهی نیست که بگی خدا یا تمام مدت منو نگاه بکن، چون خداوند میخواد تمام مدت تو رو نگاه بکنه. این خودخواهی نیست که بگی خداوند من رو دوست داشته باش. خداوند تو رو دوست داره، البته که دوست داره و میخواد تو با خدا آشتی بکنی. آمین. خداوند همیشه آشتیه. یادتون بچه بودیم میگفتیم آشتی آشتی، یکی قهر میکنیم با قهر نکن دیگه، آشتی آشتی. خداوند ما آشتی کرده. امروز روزی که میخوایم به حضور خداوند بلند بشیم، تا ما هم اگه هر کجا این وسط یک چیزی هست که آشتی نیست، در شالوم نیست، در صلح نیست، تمام این بارها و کدورتها و تمام این جراحتهای دل و پای صلیب عیسی مسیح بگذاریم، چون خداوند میخواد ما رو بلند بکنه در آشتی خودش، در صلح خودش، تا هر کدوم از ما شهر سلامتی خداوند باشیم برای او، تا جانهای گمشده رو بتونیم برای خداوند صید بکنیم. آمین. میخوام سرپا بیستیم عزیزان. میخوام در پرستش ها آزاد باشید. با دست های خالی اومدیم، با دل خالی، با کوله بار مشکل اومدیم به حضور خداوند و میخوایم خداوند از آسمان ما را اجابت بکنه، از تخت سلطنتش بر ما نظر بکنه، بر دعای ما بشنوه، دعای ما را و بر ما توجه بکنه، صدای ما رو بشنوه، دعاهای ما رو بشنوه، شفاعتهای ما رو بشنوه. امروز میخواییم تمام جراحتهای دل رو به حضور خداوند بیاریم. میخواییم تمام کوله بار قدیمی رو به حضور خداوند همینجا پای صلیبش بگذاریم. چیزهای کهنه درگذشت. سال 2019 و سالهای قبل از اون با تمام سختی ها درگذشت و امروز در خداوند یک حیات نو، یک روز تازه و عهد تازه، قوتی تازه، شفایی تازه، مسیحی تازه، شوقی تازه برای ما آماده است. امروز میخواییم در حضور خداوند در سفره برکات او بنشینیم و از سفره او فیض ببریم، از سفره برکات او بچشیم، شفا و قوت و امنیت و سلامتی و شالوم در دل و قلبهای ما. تمام این جراحات را در خون او شسته با روغن قدوس او برهم بگذاریم، پاک و شسته و آماده برای دریافت اون مسح خداوند، مسح مضاعف خداوند که همچنان شروع کرده و بیشتر و بیشتر میخواد جاری بکنه تا سال، در این سال، چون هر کدوم از ما دستهای او خواهیم بود برای جلال نامش، به اسم عیسی مسیح خداوند. آمین. کمی عمیق‌تر، عمیق‌تر مرا ببر به عمق‌هایم، عمیق‌تر، کمی عمیق‌تر، عمیق‌تر مرا بخوان به ژرف‌هایم، عمیق‌تر، کمی عمیق‌تر، عمیق‌تر بگذار درک کنم فیض تو را، عمیق‌تر، کمی عمیق‌تر، عمیق‌تر بگذار بشنوم قلب تو را، بر وعده‌های تو سازم زندگیم را من ای پدر، عمیق‌تر، کمی عمیق‌تر، عمیق‌تر این مکاشفات آسمان، عمیق‌تر، کمی عمیق‌تر این نیایشم ز قلب و جان، عمیق‌تر، کمی عمیق‌تر،
ترین پرستشم به سوی تو عمیق‌ترین چشیدن حضور تو به فیض و رحم تو می آیم من به نزد تخت ای کنم فرزندیم میختر کمی میختر میختر بگذار کشف کنم آزادیم میختر کمی میختر بینم کیستم در نگاه تو میختر کمی میختر درک کنم هستم میراث تو هدف از بودنم حیات و زیستنم تنها توی پدرم مبهوت از محبت و عشق تو بس از این تر درج من فدیه دادی مرا از گناه خداوند تنها تو رو میخواهم و جز تو جز آغوش گرم تو به هیچ آغوش دیگه خداوند نیاز ندارم خداوند امروز اومدم در حضورت مرا بپذیری خداوند در آغوش گرم تو بارهایم رو بتونم زمین بگذارم در آغوش تو پناه بگیرم ای پدر ای خداوند وقتی در آغوش پدر آرامی یابد جان من جز لبخندش چیزی
شکرت برای وجود شفا بخش شده ای خداوند، شکرت که بارهای عزیزانت رو دیدی و برداشته ای خداوند، شکرت که اونها رو از تمام خستگی ها و تمام این کدورت ها و بارهای کدورت و غم پاک کرده ای خداوند، اونها رو در خون خودت شستی، از روح خودت بر اونها مرهم گذاشتی. اما خداوند تو میخوای ادامه بدی، فقط شستن و مرهم گذاشتن نیست، تو میخوای بلند کنی اونها رو ای خداوند. پس خداوند خودمون رو به تو میسپاریم ای خداوند، میخوایم تو ما رو بلند بکنی یک بار دیگه ای خداوند، برای شروع تازه ای خداوند در سال 2020 میخوایم از الان خداوند از همین لحظه قوت و تجهیز آسمان رو دریافت کنیم. میخوایم سرده بعدی رو که با هم میخونیم اعلام بکنی تا جان شما از آسمان تجهیز بشه. وقتی اعلام میکنی که عیسی برای تو کیه،
وقتی داری اعلام میکنی که او برای تو چه کار کرد، وقتی اعلام میکنی که خون او تمام گناهان تو رو شست، وقتی اعلام میکنی اون سر سلامتی توه، وقتی اعلام میکنی اقتدار او بر زندگیت حاکمه، وقتی اعلام میکنی فقط کافی نیست تو قلبت، کلام خدا میگه به قلب ایمان داشته باش، به زبان اعتراف بکن. برای همه تو پرستش ها میگیم اعتراف بکن، اعتراف بکن. اگه صدات قشنگ نیست هیچ اشکالی نداره، خداوند همه ما رو دوست داره. آمین. اعتراف بکن. وقتی اعتراف میکنی، وقتی صداتو به حضور آسمان بلند میکنی، اون موقع است که اون تمام برکات خداوند رو میتونی دریافت بکنی. فقط تو قلبت ایمان داشتن کافی نیست، به زبانت باید اقرار کنی تا اون ایمان تو جاری بشه، جاری بشه، جاری بشه، تا بتونی قوت آسمان رو دریافت بکنی. آمین. پس با این ایمان و اینکه میدونیم حالا باید چی کار بکنیم، چطوری میتونیم از آسمان اون تجهیز رو دریافت کنیم، میخوایم پرستشمون رو ادامه بدیم. ایمان داری که خدایی هست؟ ایمان دارم. ایمان داری که او انسان شد؟ به سر را اقرار کن، عیسی از خداوند. به سر را اقرار کن، عیسی از خداوند است. به سر را اقرار کن، عیسی از خداوند. به سر را اقرار کن، عیسی از خداوند است. به سر را اقرار کن، عیسی از خداوند. به سر را اقرار کن، عیسی از خداوند است. به سر را اقرار کن، عیسی از خداوند.
میخوایم ادامه بدیم. اعتراف های نیکو، اعتراف نیکو، ایمان بکن تا از قوت آسمان آراسته بشی. آمین. داور من نیستا بخشید جرمم را، گسست بند تارا من آزادم. او با خونش بردا فدیه جانم را، گشود زندان را من آزادم، من آزادم. سپارم آری آزادم، من آزادم. Oh,
که ما را از خلوت گذشته، از زندگی و کوله بار گذشته آزاد کرده برای یک آینده پر از امید در نام قدوسش، نه؟ برای اون اسم تازه که داده، حالا شخصیت ما را بعد مطابق اون اسم تازه بتراشه دیگه، نه؟ احتیاج داریم به قوت آسمان، احتیاج داریم هر روز از آسمان بشنویم، احتیاج داریم مکاشفات تازه دریافت کنیم، در قوت روح او ساخته بشیم، تراشیده بشیم برای نام جدید که به هر کدوم از ما عطا کرده. میخوایم هدایای قلبیمونم به حضور این خداوند قدوس، پادشاه پادشاهان، خدایی که از امروز یک روز تازه، یک برگ جدید، یک دفتری تازه در زندگی ما باز کرده و میخواد از من و تو استفاده بکنه تا جانهای بسیاری رو برای نجاتش ما بتونیم صید بکنیم در نام قدوس او. آمین. خداوند پناه و قوت ماست، مددکاری است که در تنگی ها فوراً یافت می شود. میدونم که چه خود من، چه هر کدوم از شما عزیزان بارها و بارها این کلام خداوند رو تجربه کردی که وقتی دعا می کنی خداوند چگونه درهای رحمتش رو باز می کنه. مددکاری که در تنگی ها میگه نام عیسی رو صدا بزن و او تو رو فوراً اجابت می کنه. مددکاری است که در تنگی ها فوراً یافت می شود، نه؟ اگه می خوای آسمان صدای تو رو بشنوه، در نام هیچ کس دیگه دعا نکن، تنها در نام تنها نجات دهنده عیسی مسیح خداوند. آمین.
خداوندا شکرگزارتیم برای امسال، خداوندا که با رحمت تو و با فیض تو میتونیم یک سال دیگر رو با تو باشیم ای خداوندا، و ممنونیم که سال 2019 با تمام فراز و نشیب ها و سختی هایی که در پشت سر گذاشتیم، با جنگ ها و حملات ما رو عبور دادی ای خداوندا و فسح بر شدی برای ما ای خداوندا. ممنون تم ای صخره نجات، تو جنبش نخواهی خورده خداوندا، هر روز تا انقضای عالم با ما هستی خداوندا. خداوندا دعا میخوام بکنم برای سرزمینمون، همینطور که خواهرم روزیتا اعلام کردن سالیست برای پولس ها که بلند بشن، ولی خداوندا پولس ها نمیتونن با قدرت و قوت خودشون حرکت کنن، بلکه خداوندا با روح تو به جرأت میتونن حرکت کنن ای خداوندا. باشه که امسال کلیسای تو ای خداوندا در هر جا که هست، مخصوصا فارسی زبان ها، با روح تو حرکت کنن ای خداوندا. تا همینطور که امسال سال 2020 هست، 2020، اون 20 تو کنار اون 2020 بیاد ای خداوندا، اعمال و آیات و معجزات از طرف کلیسات به ظهور برسه ای خداوندا، تا تو خوشنود بشی از کلیسات ای خداوندا، از فرزندانت. و همینطور برکت میدم ای خداوندا این هدایا رو، میخوام که تو افزون کنی، مضاعف کنی خداوندا، و برای جلال نام خودت استفاده کنی به نام عیسی مسیح. و برکت میدم عزیزانی که قلباً هدیه دادن، اونهایی که میخواستن و نداشتن یا نتونستن بدن، اونها رو نیز برکت بده به نام عیسی مسیح. آمین. 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 آمین که امسال 2020 خدا من همیشه 20 نه 20شو میخواد تو زندگی ما بذاره تا ما هم 20 بگیریم، نه نه یک 20، 2 تا 20، 20 که تمام این 40 سال ننگو به شور ببره به نام عیسی مسیح. نه 2 تا 20 خداوند تمام 40 سال دربدری و تنگی و ناراحتی تو رو بشوره و پاک بکنه، تمام روزهای تلخ زندگی تو بشوره ببره به نام عیسی مسیح خداوند. آمین. میخوام همسر عزیزم رو دعوت بکنم تا پیغام خداوند رو با همدیگه بشنویم و ببینیم آیه امسال چی هست. شاید هر کدوم از شما آیه شخصی برای خودتون گرفتید برای سالتون، ولی میخوایم ببینیم آیه امسال برای کلیسا و به طور عمومی برای فرزندان خداوند چی هست. آمین. در نام عیسی مسیح خداوند، شاه جلال، به تک تک شما عزیزان خوش آمد میگم و سال 2020 رو به شما تبریک میگم. آمین که امسال سالیه که افتادگان بلند بشن، از سیران آزاد بشن، بزنیزان شفا پیدا بکنن و سال پسندیده خداوند را ما و سرزمینمون تجربه کنه. آمین. خدا را شکر برای فرصتی که داریم در حضور خداوند و میتونیم در پرستش ها رو پرستش بکنیم، و آمین که خداوند امسال رو که شروع میکنیم سالی متفاوت از سالهای دیگه باشه. ایمان ما مسیحیان دائم میگه که افکار خدا برای ما سلامتیه، پس هر بار منتظر یه سلامتی تازه، یه شالوم تازه، یک برکت تازه، یک ملاقات تازه، یک تجربه تازه با خداوند هستیم. آمین. و خداوند ما خداییه که مشتاقان خیش رو یافته و ایشان رو ملاقات میکنه و برکت میده. شکرگزاریم به نام مسیح که خداوند در این تمامی سالها ما رو حمل کرد. کلام خدا میگه متبارک باد خدایی که هر روزه متحمل ما میشه، ما رو حمل کرد، ما رو در واقع در آغوش گرفت، ما رو عبور داد، زیر دستهای ما رو گرفت، پاهای لنگان ما رو در واقع گرفت و ما رو عبور داد. اگر در واقع خدا ما رو عبور نمیداد، باور کنید هیچ کدوم از ما سال 2020 رو نمیدیدیم. دست خدا بود، فیض خدا بود، رحمت‌های خدا بود، نیکویی‌های خدا بود، و در واقع فیض اوست که روزانه بر ما جاری میشه و فیض اوست که میاد قوتش در ضعف‌های ما نمایان میشه تا ما بتونیم عبور کنیم، تا ما بتونیم کاری که خداوند برای ما در نظر داره تشخیص بدیم و ببینیم که خداوند برای ما چه چیز نیکویی رو در این سال جدید مهیا کرده. آمین. سال گذشته سالی بود که درباره مس صحبت کردیم، راجع به ردای سوم صحبت کردیم، راجع به روغن مضاعف صحبت کردیم، راجع به فیض مضاعف صحبت کردیم، درباره آنانی صحبت کردیم که خدا خواندتشون تا کارهای عظیم از طریق اونها انجام بده، درباره اینکه ما چگونه میتونیم مس مضاعف بگیریم، چگونه میتونیم قوتی مضاعف بگیریم، چطوری میتونیم حکمتی مضاعف بگیریم، چطوری میتونیم ملاقات مضاعف با خداوند داشته باشیم، عمق‌های جدیدی از خداوند تجربه کنیم. در واقع راجع به یک قشری از افرادی بود که قلب داشتن که بلند بکنن افتادگان رو،
بلند بکنن، اسیران رو آزاد بکنن در واقع، و از سال پسندیده خدا صحبت کنن. راجع به این گروهی صحبت کردیم که قرار خدا از اونا استفاده کنه، از سرزمین ما اون 7000 نفری که کلام خدا سمبولیک دربارش صحبت میکنه که در مقابل بر زانو نزدن، در مقابل خدایان دروغی زانو نزدن و در شرایط سخت ایستادن. سختی فقط درون ایران نیست، بیرون ایران هم هست. تهدید فقط درون ایران نیست، بیرون ایران هم هست. ولی ایستادن تا خدا از اونها استفاده بکنه. میدونم دعاهای اونها رو خداوند شنیده و در واقع داره کار میکنه در سرزمین ما. هر اتفاقی که داره میفته میدونم در واقع ما رو داره به مسیری میبره که در نهایت اراده خدا انجام بشه. اما چیزی که امسال میخوام راجع بهش صحبت کنم، راجع به گروه دوم میخوام صحبت کنم. سال گذشته درباره اونهایی که میخوان خدا ازشون استفاده بکنه، اما امسال میخوام راجع به کسایی صحبت کنم. رویایی رو دیدم که در این رویا افرادی رو دیدم که همه در واقع تیشرت های سفید تنشون بود، اما وضع خیلی خوبی نداشتن و روی هر کدوم از این تیشرت ها به نوعی یک واژه‌ای نوشته شده بود که واژه های خوبی نبود. از درد، از مریضی، از افسردگی، از غم، از بیچارگی و لعنت هایی که تو زندگی های افراد میتونست باشه. اولش فکر کردم که این رویا رویاییه که ما مردم دنیاست و خدا داره به من نشون میده که افتادن رو زمین، بعضیا دارن میخزن، بعضیا گوشه دارن گریه میکنن، بعضیا دارن خودشونو میزنن، بعضیا دارن دعوا میکنن و با نفرت دارن در واقع بد و بیرا میگن. و گفتم خدای این چی رو میخوای به من نشون بدی؟ گفت نه، اتفاقا این وضع مردم دنیا نیست، این وضع مسیحیانه که منو دارن، لباس سفیدشون لباس منه، اما چیزی که در درونشون هست بیماری، افسردگی، غم، ناامیدی، ترس، دعوا، طلاق، جدایی، درماندگی و یأس و در واقع چیزهای جور و باجور، سرطان و چیزهای جور و باجور که در واقع تو زندگی اینها هست. واقعا اونجا بود که یه مقدار دلم بیشتر به درد اومد. آدم وقتی مردم دنیا رو میبینه دلش یه جور به درد میاد، وقتی فرزندان خدا رو میبینه دلش بیشتر به درد میاد، چون مردم دنیا مسیح رو نمیشناسن و درد میکشن. آنانی که مسیح رو میشناسن چرا باید این گونه باشن؟ و به خاطر همین خداوند امسال میخواد در واقع کف اون جاده، کف اون خیابون‌ها، کف اون مسیرهایی که مردم افتادن و دارن میخزن، خدا میخواد امسال از طریق کلیساش، از طریق من و شما، از طریق شمایی که بیرون هستید، خدا افتادگان را بلند کنند. الان زمان رسیده که اونهایی که مسک گرفتن اسیران را آزاد کنند. آنانی که در واقع ردای سوم گرفتن، خداوند میخواد از طریق اونها کارهای عظیم انجام بده و بتونن بایستن بگن روح خدا بر منه، ردای خدا بر منه، تاج خداوند بر سر منه، انگشتش بر دستهای منه، نعلینش بر پاهای منه، رداش بر تن منه و منو مسک کرده، منو انتخاب کرده، منو بلند کرده، منو آزاد کرده، منو شفا داده، چشمامو باز کرده تا بینا کنم کوران رو، منو آزاد کرده تا آزاد کنم، شفا داده تا شفا بدم، بلند کرده تا بلند کنم، امید داده تا امید بدم. خدا میخواد امسال آنانی رو که سال گذشته بلند شدن و تشییع شدن رو به کار ببره برای آنانی که افتادن. آمین. و پیغام امسال کلیسا برای ما این مسیر خواهد بود. اما یک چیزی که هست، میخوام برای اونهایی که افتادن و فکر میکنن خداوند اونها رو رها کرده، خداوند اونها رو ول کرده و به حال خودشون و فکر میکنه که چرا خداوند دعای ما رو نمیشنوه، چرا خدا ما رو رها کرده، چی شد اون وعده های خدا، چی شد قول های خدا، چی شد در واقع اون اطمینان به خدا، چرا من تنها ام، چرا درمانده ام، چرا زمان ها، چرا هرچی دعا میکنم خدا جواب نمیده، چرا من هرچی ایستادم خدا جواب نمیده، برادر چرا خداوند دعای منو نمیشنوه؟ و ایمانداران زیادی هستن که در واقع در این شرایط خاص هستن و در واقع دلشون خسته شده، در دعا کردن خسته شدن، در انتظار کشیدن خسته شدن. خدای چرا، چقدر باید صبر کنم، چقدر باید منتظر باشم، تا کی؟ این همه دعا کردم برای بچم، این همه دعا کردم برای شوهرم، این همه دعا کردم برای زنم، این همه دعا کردم برای سرزمینم، این همه دعا کردم برای مریضی بابام، این همه دعا کردم، پس چرا و چرا و چرا و چراهای زیادی که ممکنه تو زندگی های ما وجود داشت. و شیطان هم از همین چیزها داره قوم خدا رو میزنه، داره ناامید میکنه. کجاست اون خدایی که بهش میبالیدی؟ کجاست اون خدایی که شهادت زندگی تو میدادی؟ کجاست اون خدایی که دربارش بشارت انجیل میدادی؟ کجاست اون خدایی که دربارش پوز میدادی؟ پس چرا نمیاد و دعای تو رو نمیشنوه؟ و یه جنگ سختی روی ایمانداران وجود داره. به همین دلیل ایمانداران نگاه میکنی، از یه طرف ایمان دارن به خداوند، از یک طرف خستن، افتادن،
درماندن، ناامیدن و حتی دستشون به جهت دعا بلند نمیشه. حتی در حضور خدا میگیم شادی کنیم، دست میزنیم اما شادی رو ندارم. وقتی دعا میکنیم اون شادی خدا، اون قوت خدا رو احساس میکنم ندارم. و صادقانه با خودمون صحبت کنیم واقعا نیست. اما اینکه چرا نیست و از کجا میاد و پیغام خدا امسال چیه؟ خدا میخواد امسال به طور خاص اونهایی که کف جاده ها افتادن، کف خونه ها افتادن، کف بیمارستان ها افتادن، کف تیمارستان ها افتادن، کف زندگی زناشوییشون افتادن و در واقع افتادن و دارن میخزن، خدا امسال ایشان را بلند خواهد کرد. نوبتی هم باشه زمان ملاقات این مردم افتاده و درمانده هست. ما خیلی مواقع شهادت ها از کارهای خدا میگیم و مردم میگن خوش به حالت. امروز شهادت ها اینقدر کم شده که بعضی مواقع یک نفر شهادتی میده میگن خوش به حالش، وای چه ایمانی، در صورت که زندگی ما باید پر از شهادت های خدا باشه و هر ملاقات خدا برای ما باید یه نوعی شهادت باشه. به همین دلیل امسال چیزی که توی قلبم هست و خداوند هدایت کرده به عنوان آیه سال، اشیا 43 آیه 2 رو برای شما میخوام بخونم و آیاتی پارالل در این زمینه زیاد هست چون که وعده های خدا در این زیاده. و خداوند یهوه میگوید نترس، زیرا که من تو را فدیه دادم. نترس، من تو را به نام میشناسم، اسم تو من میدونم. داوود میگه زمانی که استخوان‌های در رحم مادرم شک میگرفت تو مرا میشناختی و اسم مرا. خداوند میگه تو را به اسم میشناسم، میان هزاران اسم تو را میشناسم، میان هزاران دعا، حتی همه دارن دعا میکنن برای یه شخصی در تمام دنیا اسم مشابه، دقیقاً میدونم کدام از این دعاها مال توست. و خداوند میگه من تو را به نام میشناسم و بعد ادامه میده پس تو از آن من هستی، تو مال من هستی، تو محبوب دل من هستی، تو مردمه که چشم من هستی. من تو را رها نکردم، من تو را رها نکردم که به حال خودت گریه بکنی. اگر فکر میکنی من تو را رها کردم، این یه دروغه، یک باور غلطه. امروز بهت ثابت میکنم که من تو را رها نکردم. من تو را دوست دارم، به فکر تو هستم، وعده هایی که به تو دادم و رو چیز دادم. اما میخوام یک چیزی رو بهت یاد بدم که من در تمام لحظاتی که تو منو نمیدیدی، من تو را میدیدم. تو من را نمیشنیدی، من تو را میشنیدم. من کنار تو بودم اگر زنده هستی، چون که من تو را محافظت کردم، وگرنه تو الان هفت کفم پوسانده بودی. من هستم که تو هنوز زنده هستی، من هستم که تو هنوز قوت داری به حضور من بیای در کلیسا، من هستم که هنوز میتونی دعا بکنی، من هستم که هنوز جرأت داری شهادت بدی. من هستم، چون که من هستم تو را رها نخواهم کرد. نترس، چرا که من تو را متعلق به خودم کردم. چون از آبها عبور کنی با تو خواهم بود. کلام خدا نمیگه از آبها عبور نمی کنی، کلام خدا میگه هیچ وقت با آبی روبرو نمیشی، میری تو آب خیس میشی اما عبور خواهی کرد. آمین. تو را عبور خواهم داد. آبهایی که ما را فرا میگیره بعض ما عمقش خیلی زیاده که اگر ما بخوایم بریم داخلش امواج ما رو در واقع در بر میگیره، اما مثل کسی میمونه که در واقع یه بچه‌ای رو گرفته. چند وقت پیش داشتم فیلمی رو نگاه میکردم راجع به سیل‌هایی که اومده بود و تا اینجا در واقع آب فرا گرفته بود و یه پدری بود که انگار بچه کوچکش اینطوری تو دستش گرفته بود و همینطور داشت میرفت، آب تا اینجاش بود، سرش هم کرده بود بالا، داشت این بچه رو از این ور میبرد به اون ور، بعد یه پنجره داشت میداد به یکی که اون بچه رو اونجا تو طبقه بالا نگه داره. خداوند اونجا یه پیغامی به من داد، گفت شما فکر میکنی این بچه وقتی بزرگ بشه فکر میکنه او از آبها عبور کرده، من او را از آبها عبور دادم، حتی نذاشتم غرق بشه. من هستم که در واقع در دست هم تو رو گرفتم و تو رو عبور میدم. و چون از نهرها عمیق‌تر صحبت میکنه، چون از نهرها عبور کنی تو را فرو نخواهد گرفت. یه جایی هست آبهای راکته اما سایزش از ما بزرگتره، یه جایی از آبهای خروشانه مثل نهری که داره عبور میکنه، هر آن ممکنه زیر پات بلغزه، هر آن ممکنه سر بخوری، هر آن ممکنه آب تو رو فرا بگیره مثل در واقع یه آبشاری که در واقع داره میره، اما تو را فرو نخواهد گرفت. تو از میان آتش عبور کنی سوخته نخواهی شد. کلام خدا نمیگه هیچ وقت با آتشی روبرو نمیشی، هیچ وقت با دردی روبرو نمیشی، اما اجازه نمیدم که تو سوخته بشی.
اجازه نمیدم تو از بین بری. همون چیزی که کلام خدا در مزمور 23 میگه، اگر در دره تاریک موت راه روم از بدی نخواهم رست ترسید، چرا که خداوند تو شبان من هستی. روزهایی خواهد بود، نمیگه در دره تاریک موت عبور نمی کنی، روبرو نمیشی با مرگ، روبرو نمیشی با مریضی، روبرو نمیشی با بشکستگی، روبرو نمیشی با بدکاری، روبرو نمیشی با در واقع تنهایی، روبرو نمیشی، اما من تو را رها نخواهم کرد. اگر تو را انکار بکنم خودم را انکار کردم، اگر تو را رد بکنم انگار خودم را رد کردم. و اینجاست که خداوند میخواد بگه که هاشا بر من که تو رو رها کنم. کدام مادر که بچه عزیز و دلبندش رو بخواد رها کنه، سر کوچه بگذاره و ازش عبور کنه، گیریم کسی پیدا بشه، اما من هرگز تو رو رها نخواهم کرد، زیرا که من یهوه خدای تو هستم و نه فقط تو مال من هستی، منم مال تو هستم. به همین دلیل امسال خداوند پیغامش اینه، ضعیفان گویان قوی هستم، ضعیف گوید قوی هستم، و خداوند میخواد امسال ما رو به این سمت ببره. و یه باوری درباره این که روزهای سخت زندگی که فکر میکنیم بعضی مواقع روزهای سخت کوتاهه، بعضی مواقع روزهای سخت طولانیه. باور کنید بعضی مواقع افراد میان و شرحال زندگیشون برام میگن، واقعا هنگ میکنم چی بهشون بگم. میگم خدای چه کلامی من بهشون بگم، چی در اختیار اونا بذارم، چی بهشون بگم که در واقع یه امیدی براش باشه. هر چی میخوام بگم خودش داره پیشا پیش داره میگه، آره برادر رفتم اینطوری شد، بعد دعا کردم ولی اینطوری شد، بعد اینطوری شد، بعد رفتم دعا کردم، بعد روزه گرفتم، بعد تقدیس کردم. میبینم خدای من چی برای این بگم، همه راه ها رو رفته، اما آخر کار داره میگه برادر چرا خدا صدای منو نمیشنوه. همیشه سکوت خدا به دلیل گناه نیست، همیشه احساس تنهایی به دلیل اینی که عصیان کردی و یاغیگری کردی و خدا تو رو رها کرده. نه 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 نه، خیلی مواقع در مسیر راستی خدا ایستادی، در درستی ایستادی، در عدالت خدا ایستادی، واقعا قلبت برای خداست و سعی میکنی از هر چیزی که از خدا نیست فاصله بگیری. نه اینکه ما پرفکت هستیم، اما تمام سعیمون اینه که آنی و انجام بدیم که خدا از ما میخواد، اما باز میبینیم که آسمان در سکوته. چرا خدا صدای منو نمیشنوه؟ خدای چرا؟ کجایی؟ چرا به داد من نمیرسی؟ تو روزهای سخت چرا به داد من نمیرسی؟ و این چیزی که امسال خدا میخواد راجبش با هم صحبت کنیم. اینکه خدا هر بار میخواد یه پیغامی بده، نمیدونم چی میخواد بگه، اما میخوام در واقع با پاسخی که در مقابل این سوال به شما بدم، و نمیخوام گارانتی بدم که شاید تمام سوال‌های ذهن شما رو من پاسخی بخوام بدم، اما حداقل آن چیزی که کلام خدا درباره خودش صحبت میکنه اونا میتونم با شما در میون بذارم. باشه که برای قلب‌های خسته، برای دست‌های ناتوان، برای پاهای سست، برای زبانی که به دعا نمیره و برای اشک‌هایی که در واقع بند نمیاد، کلام تسلی باشه. خیلی مواقع شیطان ما رو محکوم میکنه و محکوم میکنه و محکوم میکنه. اگر تغییری در زندگیت نمیشه، چون که تو مشکل داری، چون که خدا تو رو دوست نداره، چون که خدا تو رو رها کرده، چون که خدا به خاطر اون کار بود، تمام چیزها رو به یاد ما میاره. و شخصی میگه برادر تمام زندگیمو چند ماه دارم تقدیس میکنم که مبادا در من بدی باشه، مبادا در من شرارتی باشه، مبادا دلیل دوری من از خدا، دوری خدا از من، بدی در قلب من باشه. اما احساس میکنم اون شادی که قبلا داشتم و من ندارم، اون امیدی رو که قبلا داشتم ندارم، اون میلی که بر بشارت داشتم و ندارم، و نمیدونم. برادر دعا کن، آیا خدا برای تو شاید چیزی باز کنه. به همین دلیل امسال میخوام درباره این با شما صحبت کنم. بعضی موقع روزهای زندگی ما مثل روزهایی که در تنهایی، هیچ چیزی به اندازه این دل یک ایماندار رو به درد نمیاره که احساس کنه خدا او رو رها کرده. درد مشکل یه چیزه، درد دوری از خدا یه چیز دیگه است. و برای یک ایماندار هر دردی رو شاید بتونه تحمل کنه زمانی که بدون خدا مثل کوه کنارش ایستاده، اما سختی زمانیه که احساس کنی نه فقط درد دارم، خدا هم نیز من رو رها کرده.
و این درد باعث میشه که در واقع ایمانداران خسته و ناامید بشن و در واقع مثل عیسی فریاد بزنن ایلی ایلی لما سبقتنی، خدای من خدای من چرا من رو ترک کردی؟ چرا من رو رها کردی؟ خب برای چی؟ من چه کار کردم؟ هرچی در خودم میبینم هیچ بدی نکردم، چرا من رو رها کردی؟ چرا دعای منو نمیشنوی؟ چرا صدای منو نمیشنوی؟ خسته شدم عوض که دعا کردم، خسته شدم که دری باز بشه باز نشه، خسته شدم که دعای من جوابی بیاد، مریضی جوابی بیاد. از این دردهام، از این خستگی، از این ناامیدی ها، از این تنهایی هم دارم دعا میکنم، برای تنهاییم دعا میکنم، برای خانواده‌ام دارم دعا میکنم، چرا هیچ اتفاقی نمیفته؟ و دقیقاً میشه مثل فریادی که داوود میزنه در مزمور 22 آیه 1 و 2، ای خدای من، ای خدای من چرا منو ترک کردی؟ و از نجات من و سخنان فریادم دور هستی. ای خدای من هر روز میخوانم و مرا اجابت نمی کنی و در شب نیز تو را میخوانم اما خاموشی. خدای برای چی سکوت کردی؟ برای چی دعای منو نمیشنوی؟ تو زمانهایی داریم زندگی میکنیم که میتونم راحت بگم که این روزها روزهایی که مردم بسیاری از این گونه سوالها خیلی دارن. باور کنید بیشترین پیغامهایی که معمولا افراد میفرستن از طریق چیزهای مختلف اینه: من تنهام، من مریضم، من اسیرم، من برشکستم، من بیکسم، من تو بحرانم، من تو جنگم، من تو طلاقم، من تو وامه. چند سالی ما داری؟ 8 سال، 10 سال، 15 سال، 17 سال، 14 سال، 9 سال. تمام پیغام هایی که میاد معمولا تو این هیت هست. اینجاست که یأس و ناامیدی میاد، خستگی و افتادگی تو ایمان اتفاق میفته. بعضی مواقع نگاه میکنیم مثل حزقیال باب 37 که کلام خدا میگه حزقیال رو برد به دره ای که در اون دره استخوان‌های خشکیده بود. وقت میگه خداوند استخوان‌های خشکیده رو به من نشون داد، جمعیت عظیمی، استخوان‌های به هم ریخته زیادی، انگار کوپر رو هم دیگه جمع شده بود. و خداوند به این مرد خدا نشون میده و میگه اینها چی هستن؟ میگه اینها قوم منن، اینها فرزندان من هستن، همچون استخوان‌های خشکیده، استخوان‌های در واقع پراکنده شده. دوست دارید حزقیال 37 رو باز کنید؟ میگه مرا به هر طرف گردانید، اینک آنها به روی هم همواری بی نهایت زیاده و بسیار خشک. و او مرا گفت ای پسر انسان، آیا می شود که این استخوان‌ها زنده بشن؟ آیا برای این استخوان‌های خشکیده امیدی هست؟ آیا برای این زندگی خشکیده امیدی هست؟ آیا برای این بیماری خشکیده امیدی هست؟ آیا برای محبت خشکیده، برای بیزنس خشکیده، برای وضعیت خشکیده زندگی ما امیدی هست؟ و خداوند داره از این میپرسه آیا امیدی هست؟ و پاسخ حزقیال اینه: ای خداوند یهوه، تو میدونی چیزی که من دارم میبینم؟ نه. تا حالا شده وقتی یک نفر راجع به زندگی خودت نگاه میکنی یا زندگی یک نفر صحبت میکنی در درونت حرف نمیزنی، در زبونت داری در واقع میگی باشه اشکال نداره برو جلو، اما در درون قلبت داره میگه واقعا هیچ امیدی نیست؟ تا حالا خبری بهت رسیده که احساس کنی دکترها جواب کردن و میگه واقعا دیگه هیچ امیدی نیست؟ افراد رفتن تو دعوای خانوادگی، هزار بار مشاوره گرفتن، اما هیچ امیدی نیست؟ آیا برای اون استخوان‌های خشکیده، برای خانواده خشکیده، برای روابط خشکیده، برای وضعیت مالی خشکیده
این شرحال شرحال نه فقط هر کدوم از ما میتونست باشه، میتونه شرحال وضعیت زندگی سرزمین ما باشه. برای این جوان ها چند روز پیش چند تا عکس برای من فرستادن که شب سال نو رفته بودن به این بچه های به این افراد کارتون خواب خوراک میدادن، از سرما بر کدومشون به خودشون میلرزیدن و براشون دعا میکردن. ولی صحبت این بود گیریم شکمشون رو سیر کنیم، امیدشون رو چکار کنیم؟ گیریم یه لباس بهش بدم سرمای جسمش رو بپوشونه، سرمای روحش رو چکار کنم؟ برای این جوانهای معتاد، برای این جوانهای تو زندان، برای افرادی که به خود فروشی کشیده شدن، برای بچه هایی که ازشون سوء استفاده میشه، برای بچه های کار، آیا برای این سرزمین اقتصاد خراب، فقر، خیانت، بدبختی، مصیبت، گریه، ناله و ماتم، فشار، ظلم، آیا برای همه اینها امیدی هست؟ میدونم خیلی دارن درد میکشن از اینکه سرزمین ما در این وضع داره پیش میره و بعضی موقع سوال میکنه آیا امیدی واقعا برای این مردم هست؟ آیا برای آینده کشور ما امیدی هست؟ آیا تغییری اتفاق میفته؟ یه شخصی بود انگار فعالیت های اجتماعی میکرد، زیر کامنتش نوشته بود، انگار یه چیزایی نوشته بودی ادم بهشی کرده بود، میگفت از خودم ناامید شدم و فکر میکردم که من تلاش بکنم میتونم ایران رو عوض کنم، اما فهمیدم مشکل من این رژیم نیست، مشکل من افکار پوسیده مردم سرزمینمه. با اینها چه بکنم؟ گیریم رژیم عوض شد، با این مردم در واقع با این افکار چه کارشون کنیم؟ بعد نوشته متاسفم برای مدتی از پیج میرم بیرون. این شخص مسیحی هم نبود. وقتی ازش بپرسن که آیا برای این مردم امیدی هست؟ مطمئنا ناامید شده، نه امیدی نیست. اما کلام خدا میگه پس حزقیال بلند شو و بایست. میخوام بهت نشون بدم برای من هیچ چیز غیر ممکن. بلند شو و بر ضد این استخوان‌های خشکیده، بر ضد این مشکلات، بر ضد این بدبختی، بر ضد این فقر، بر ضد این ظلم، بر ضد این بیچارگی و مصیبت، بر ضد این بدبختی، بر ضد این خانواده به هم ریخته بلند شو و بایست. و میخوام خوب گوش کنی، یک چیز را از تو میخوام و فقط اونو میگی و هیچ چی دیگه نمیگی. بر اون استخوان‌های خشکیده، بر اون شرایط خشکیده، بر اون وضعیت خشکیده نبوت کن. کلام خدا میگه نبوت تشویق و بنا و تسلیه، کلام نیکوی ایمان رو بگو، اعلام کن، به این سرزمین اعلام کن، به مردم اعلام کن، به زندگی اعلام کن، برای شوهر اعلام کن، اینقدر نگو نمیشه، تو عوض نمیشی، بلند شو و نبوت نیکو بکن، بلند شو و کلام نیکوی ایمان رو اعلام کن، نگو زنت عوض نمیشه، بلند شو کلام نیکوی ایمان رو بگو، نگو مادرم عوض نمیشه، کلام نیکوی ایمان رو بگو، نگو این سرزمین عوض نمیشه، کلام نیکوی ایمان رو بگو، نگو این اعتیاد عوض نمیشه، کلام نیکوی ایمان رو بگو، چرا که اونهایی که امروز ترک کردن و ایمان آوردن همونهایی بودن که براشون امیدی نبود و خداوند اونها رو، فکر نکنید برای ما هم امیدی نبود، برای ما هم امیدی نبود، اما خداوند از طریق مردان و زنانی به اونها پیغام داد که اونها بیان پیغام امید رو به من و تو بدن و امروز نجات پیدا کردیم. پس همچون مبشرین، همچون سخنگویان خدا، همچون انبیای خدا، همچون رسولان خدا و معلمین خدا بایستیم و ننگید نمیشه. به نام عیسی مسیح هر غیر ممکن ممکن میشه. برای خداوند هیچ چیز غیر ممکن وجود نداره. کلام خدا میگه همه چیز به ایمان، برای ایماندار همه چیز ممکنه. منظور نیست که بلنشی یه وردی بگی، ایمان بر اساس یک باوره، یقین دارم
آنچرا که خدا در قلب من گذاشته اعلام کن تا بشه. خیلی مواقع افراد میگن این تلقینه. تلقین فرقش با ایمان چیه؟ تلقین پشتوانه ای نداره. شخص بلند میشه و میگه آره من خوشگلم، من خوشگلم، من پول دارم، من پول دارم، ولی سر ماه که میشه هیچی نداره. وقتی تو آینه نگاه میکنه هیچ چیزی در خودش ممکنه نبینه. من خوشبختم، من خوشبختم، ولی به زندگیش نگاه میکنه هیچ چیزی از خوشبختی نمیبینه. این تلقین امروز خیلی دارن میگن انرژی مثبت، انرژی منفی، انرژی بده، انرژی بده، انرژی بده، این مثبت، این منفی، وای از این دوری کن، وای به این نزدیک شو، وای تو اینطوری، وای فنگشویی کنیم، هر چیز منفی بریزیم دور، شوهر منفی میدادنش دور. بریم یکی دیگه بیاریم مثبتش باشه. زن منفی بندازیمش دور، یه مثبتش جایگزینش کنیم. خب اگه خودت منفی چیکارت کنن؟ و متاسفانه جامعه ما به این سمت داره میره. این دنیای تلقینه. چون که هیچ چیزی پشتش نیست، خودتی و یه حرف قشنگ. امروز وقتی شما نگاه میکنی توی عرفان از این جملات زیاده، انواع عرفانهای جور و با جور، مذاهب و اعتقادها صحبت از این میکنن که آره مثبت اندیشی کن، مثبت اندیشی کن. کاهنات، کهکشانها میان میرن، دائم در ترددن. اما ایمان اینو نمیگه. ایمان پشتوانه داره و پشتوانهش عیسی مسیحه که پشتش امضا کرده. تلقین یه چکیه که در واقع هیچ ضمانتی پشتش نداره، خودت پشت خودتی. اما ایمان چکیه که عیسی مسیح پشت امضای تو رو امضا میکنه و تو رو تایید میکنه. پس باور من روی کلام خداست که اگر میگه میشه، میشه. وقتی وضعیت حزقیال رو نگاه میکنیم و یه استخوانهای خشکیده، تو آیات بعد که نگاه میکنیم میبینیم که صحبت از یه قبر داره میکنه. چون قوم اسرائیل در اسارت بابل بود و حزقیال زمانی که رویا رو میبینه قوم اسرائیل در اسارت بود و اسارت مثل قبریه که در اون بودن و به خاطر همین سمبولیک داره راجبش صحبت میکنه. مثل استخوانهای خشکیده هستن اینها و خدا داره پیغام میده که در واقع برای اینها امیدی هست. و بعد وقتی شروع میکنه میگه به روح شروع کرد نبوت کردن، میگه بعد میگه که ابتدا چربی اومد، بعد این اومد، بعد گوشت اومد، بعد پوست اومد، بعد حیات اومد. وقتی اینو داری نگاه میکنی استخوان‌ها کنار همدیگه قرار گرفتن، دقیقاً شرح حال باغ عدن رو داره صحبت میکنه که از یک چیزی که حیات توش نبود خدا دمید و حیات اومد. اگر تو زندگیت ناامیدی هست، باید حیات خدا بیاد و بعد دهان تو به حیات خداوند و به زندگی و که از خداوند میاد باز بشه. خیلی مواقع پیغام هایی که ما تو زندگیمون با افراد ممکنه بگیم پیغام های مرگه. به خود پیغام مرگ و ناامیدی و ضعف داری میگی، به عزیزانت همین رو داری انتقال میدی، به شوهرت، به زنت، به خاطر یه کار کم و زیاد شروع میکنیم کلام منفی مرگ رو میگیم. امید رو میکشه، عشق رو میکشه، ایمان رو میکشه و خیلی چیزها رو میکشه صرف اینکه یه ضعفی وجود داره. اما کلام خدا میگه کلام حیات رو بگو، کلام زندگی رو بگو و زندگی از خدا میاد. جالبه وقتی نگاه میکنیم پیغامی که حزقیال داره به قوم اسرائیل میده برای این وضعیت، بعد ما میبینیم که کوروش، کوروش کبیر از خاندان هخامنشی میاد و این مردم رو و این نبوتی رو که در واقع کتاب مقدس داره راجع بهش صحبت میکنه که آیا برای این استخوان‌های خشکیده، برای این مردم بیچاره و درمانده امیدی هست؟ کلام خدا میگه کوروش رو برگزید و او را مس کرد. کوروش مسیح منه. درباره کوروش داره صحبت میکنه. دو تا اسارت در واقع قوم اسرائیل داشت. یکی اسارت فیزیکی و سیاسی و اجتماعی بود که در بابل اسیر بودن و یه اسارت روحانی داشتن. اما خدا اسارت فیزیکی و اجتماعی و سیاسیشون رو از طریق کوروش آزاد میکنه و میگه اون محض شده منه. وقتی یک نبی درباره چیزی صحبت میکنه و کلام خدا داره میگه، بعدن میبینی توسط این مرد کوروش انتخاب شده، این سرزمین، این مردم، این استخوانهای پراکنده، خوب گوش کنید، توسط شخصی
از سرزمین ما. این استخوان‌های خشکیده به واسطه این دوباره دور هم جمع میشن و آزاد میشن، توسط این مرد آزاد میشن. اما یه اسارتی دیگه دارن هنوز که اسارت روحانیه، که این بار پسر خدا عیسی مسیح مسیح شده خدا میاد اونها رو آزاد میکنه. برای سرزمین ما هم همین خواهد بود، کسی از نوادگان کوروش که مسیح شده خدا خواهد بود اونها رو از نظر اجتماعی سیاسی آزاد خواهد کرد، تا شرایط آماده بشه که پسر خدا عیسی مسیح مسیح شده آسمان بیاد و مردم از نظر روحانی آزاد کنه. این اون چیزی که خداوند برای ما در نظر گرفته. پس سهم ما چیه؟ ما دعا میکنیم. حزقیال پیغامش فقط دعا بود و با ایمان اعلام کرد، اما خدا یک مرد دیگه از سرزمین ما استفاده کرد، اونا رو آزاد کرد. دعای این مرد در بابل در اسارت، مثل ما در دوران اسارت دعا کردیم و خدا یه شخصی دیگه از یه جای دیگه بلند میکنه و ما رو آزاد خواهد کرد. اما از یه جای دیگه میبینید عیسی مسیح میاد از روحانی ما رو آزاد میکنه. این پیغامیه که در واقع برای این سرزمین و برای این قوم و برای ما هست. خداوند ما رو از طریق روحانی آزاد کرده، اما خیلی مواقع ما آزاد هستیم اما از یه طرف هم هنوز اسارت‌هایی در زندگی ما هست که امسال به نام مسیح در این مسیر آزادی‌ها و شفاها و این بلند شدن‌های ما از افتادگی هامون، از زخم هامون، از درماندگی هامون، از بیچارگی هامون بلند بشیم، از این قبرهای در واقع پوسیده بلند بشیم. و کلام خدا میگه یک روز قبرها رو خواهم شکاف و استخوان‌های خشکیده رو حیات خواهم داد و شما رو از قبر بیرون خواهم کشید. آمین. که به نام عیسی مسیح امسال هر آن کسی که در واقع خودشو در واقع به نوعی در قبر و بدبختی و مصیبت میبینه بلند خواهد شد و سر قبر تو دیگه نخواهی گریه کنی، چون که اون قبر خالی خواهد بود. اگه عیسی رستاخیز کرد، تو رو نیز با خودش رستاخیز خواهد داد. اما میخواییم برگردیم به این روزهای سکوت که احساس میکنیم چرا خدا سکوت کرده و چرا خدا دعای منو نمیشنوه. میخوام با هم بریم به کتاب جامعه و چند آیه رو اونجا با هم میخونیم که برای یه شخص ایماندار که در مسیر اراده خدا داره زندگی میکنه چرا خدا باید سکوت کنه. برای یه شخصی که مطابق اراده خدا داره دعا میکنه چرا خدا باید سکوت کنه. برای شخصی که در واقع راستی کلام خدا ایستاده و بیزنسی رو شروع میکنه چرا خدا باید سکوت کنه؟ و چرا احساس باید بکنم که خداوند در کنار من نیست؟ در کتاب جامعه باب 3 چند آیه رو برای شما میخوام بخونم که به شما کمک میکنه که این روزهایی رو که درش هستید، روزهایی که احساس میکنید روزهای سرده، روزهای تنهاییه، روزهای در واقع خستگیه، روزهای سکوت آسمانه، روزهایی که احساس میکنی که ایلی ایلی لما سبقتنی، خداوند من رو ترک کرده و من رو به حال خودم گذاشته، این روزها برای چیه؟ آیا واقعا خداوند تو رو ترک کرده؟ اگر ترک نکرده هدفش چی از این که سکوت میکنه؟ و چرا خدا لب به دهان باز نمیکنه؟ میگه برای هر چیز زمانیست و هر امری را زیر آسمان وقتیست. سال گذشته با این شروع کردیم، فصلهایی رو با هم صحبت کردیم که میخوام یه مقدارم راجع به این فصلها صحبت کنم، اما نه فصلهایی که به جهت اون مردانی که دنبال ردای سومن، فصلهایی که برای ایماندارانی که خدا رو دوست دارن اما افتادن. این فصلها برای این گروه از افرادم هست که امسال میخوایم دربارهش صحبت کنیم. آیه میخواد بگه که در زندگی ما فصلها و زمانهایی هست که ما باید تشخیص بدیم که در این فصلها و زمانها چه اتفاقی داره میافته. و سلیمان در کتاب جامعه درباره این داره صحبت میکنه. میدونید قسمتهای زیادی صحبت میکنه، اما یه قسمتش هست میگه زمانیست برای نزدیکی، زمانیست برای دوری.
فصلی است برای نزدیکی، فصلی است برای دوری، و فصلی است برای سخن گفتن، و فصلی است برای سکوت کردن. پس اگر احساس میکنی که خدا سکوت کرده، وارد فصل جدیدی شدی، میخوام کمکت کنم که به نام عیسی مسیح فصلتو تشخیص بدی، که گیج نزنی و دور خودت تاب نخوری و خدا و خودتو همه رو زیر سوال نبری و مجال ندی به شیطان که بر ضد پدرتو صحبت بکنه، بلکه بتونی با حکمت دهان او رو ببندی. پس چیزی که خیلی مهمه اینه که در زندگی ما دوره‌های مختلفی وجود داره و هر فصلی و هر دوره یک هدفی وجود داره. پس فهمیدن و تشخیص زمان و فصلی که در اون هستیم خیلی مهمه. خیلی مواقع ما در فصل‌های خدا اون رفتار مناسب رو نمی‌کنیم. مثل شخصی میمونه که توی فصل زمستون با تیشرت بخواد زندگی بکنه و بره بیرون تو دمای زیر 0 درجه، یا شخصی رو در تابستون گرمای بسیار با پالتو بیرون بره. چون که فصل‌ها رو تشخیص نمیدیم، به همین دلیل آسیب می‌خوریم. یا از سرمایه میمیریم یا از گرما میمیریم. و ما باید فصل‌های خدا رو بتونیم تشخیص بدیم و رفتار مناسب با اون انجام بدیم. من باید بدونم که در فصل‌های خدا چه رفتاری مناسب این فصله. خیلی مواقع مشکلاتی که تو زندگی‌های ما هست باید به این دلیله که فصل‌ها رو تشخیص نمیدیم. تشخیص نمیدیم که شرایط خانواده، تشخیص نمیدیم شرایط بیزنس، تشخیص نمیدیم شرایط اجتماعی، تشخیص نمیدیم شرایط زندگی من شرایط معمولی نیست. به همین دلیل چون که تشخیص نمیدم، رفتار نامناسب انجام میدم و رفتار نامناسب مشکلات منو بیشتر و بیشتر ممکنه بکنه. عیسی مسیح در انجیل لوقا باب 12 آیه 54 و 55 میگه: آنگاه باز به آن جماعت گفت: هنگامی که ابری ببینید که از مغرب میآید، بدون که فکر کنید میگویید اکنون باران میآید، و چنین هم میشود، و چون که میبینید بادی از جنوب میوزد، میگویید گرمایی به سمت ما خواهد آمد، و انجام هم میشود. اما ای ریاکاران، شما که میتونید به هوا نگاه بکنید و بدونید که کی گرما میاد، کی باران میاد، کی سرما میاد، چگونه از تشخیص فصلی که داخلش هستید عاجز هستید؟ من مسیحیان زیادی دیدم که برای هر چیزی نظر میدن. این کار رو بکن، این کار نکن، اینو بخر، اینو نخر، اینو بکن، اینو نکن، اینو نکن، اما تو زندگی شخصی خودشون درماندن، چون که فصل‌های خودشون رو تشخیص نمیدن. برای همه چیز ایده‌های عالی میدن، برای هر تغییراتی ایده‌های عالی رو میدن، اما برای خودشون عاجزن. و اینجا مسیح داره میگه چرا فصلی رو که درش هستید و تشخیص نمیدید؟ همه چی رو میفهمید راجع به دنیا، راجع به اقتصاد، راجع به سیاست، راجع به پلیتیک، راجع به تغییرات، این شد، این کار میکنن، الان این کارو کردن، الان پشتش این کار میکنن، الان تمام مردم دارن صحبت میکنن آمریکا این کار کرده، حالا ایران چی کار میکنه، بعد همه دارن نظر میده که حالا این میشه، ببین اینطوری نمیشه، اینطور میشه، راجع به همه چی نظر میده، اما برای زندگی شخصی خودش تشخیص نمیده که در چه فصلی دارم زندگی میکنم. و خیلی ایمان دارن هستن تشخیص نمیدن در چه فصلی دارن زندگی میکنن و فصل زندگی شخصی خودشون چیه. در اول پادشاهان باب 12 آیه 32 میگه که: و پسران یساکار را دیدم که از فصلهای خدا با خبر بودن و به خوبی میدانستن که اسرائیلیان در آن وقت چه باید بکنن. راجع به مردانی داره صحبت میکنه که اینها قدرت تشخیص دادن که این فصل ما باید چه کار بکنیم و در چه شرایطی باید عمل کنیم. پس اینجاست که در واقع ما به عنوان مسیحیان باید بتونیم تشخیص بدیم فصلهای خدا رو و درک این که در واقع در چه دوره‌ای داری زندگی میکنی خیلی مهمه، چون بهت کمک میکنه تا رفتار مناسب اون دوره داشته باشی. آمین. و درک این دوتا با هم دیگه،
فصل خدا و رفتار درست اگه اینو تشخیص بدیم میتونیم بفهمیم نقشه خدا برای ما چیه الان تو این فصل. اکثر ما نمیدونیم برادر چی میشه؟ برادر چه اتفاقی میفته؟ خدا برای ما چی میخواد؟ چون نفستو میدونی نه رفتار مناسب. پس نکته بسیار مهم اینه که اگر توی فصلی هستی که میخوام کمکت کنم که به نام عیسی مسیح با حکمت خدا بهت کمک کنم فصلاتو نه فقط تشخیص بدی، رفتار مناسب با اون فصل هم تشخیص بدی و نقشه خدا رو هم تشخیص بدی، اون موقع میبینی که خداوند همه چیزا چگونه به خیریت تو تمام خواهد کرد. آمین. خیلی مواقع ما وقتی صحبت از حضور خدا میکنیم صحبت از اینه که درباره حضور خدا بگیم، ما یه حضور عام خدا رو داریم که احساس میکنیم خدا ما رو رها کرده، حضور عام خداست که کلام خدا در مزمور میگه که خداوند از حضور روح تو به کجا بگریزم؟ در آسمان برم تو آنجایی، به قهرهاویه برم تو آنجایی، به دریا برم تو اونجایی، این ور برم تو اونجایی، هر جا برم تو اونجایی، از حضور روح تو به کجا بگریزم؟ این یک حضوره، یه حضور خاص داریم و اون حضوری که کلام خدا در یوحنا باب 14 راجبش داره صحبت میکنه که میگه روح من شما رو هرگز رها نخواهد کرد و تو رو ترک نخواهد کرد. اما وقتی راجب روزهای سکوت داریم صحبت میکنیم راجب اون حضور عام خدا صحبت نمیکنیم، راجب اون رفاقت صمیمی که تو با خدا داری داریم صحبت میکنیم که کجاست اون رفاقت صمیمی، کجاست اون مکاشفات، کجاست اون شادی، کجاست وقتی تو رو در رویاها ملاقات میکردم، کجاست وقتی در واقع با تو قدم میزدم، کجاست وقتی اون شادی تو میومد، دست تایید تو میومد روی من، مکاشفات جور و باجور برای من میومد، احساس میکردم که در واقع در آغوش تو هستم، کجاست این روزها؟ اینجاست که ناله های ما به آسمان میره، خدایا کجا هستی؟ و میشه مثل ایوب باب 23 آیه 8 و 9 جالبه، میگه که ایوب 23 آیه 8 و 9 میگه که اینک به طرف شرق میروم تو را در آنجا نمیبینم و به طرف غرب میروم او را نمیبینم، به طرف شمال جایی که او عمل میکند، شمال میدونیم که در جایگاه به معنی بالاست و بالا همیشه در کتاب مقدس سمبل تخت و پادشاهی خداست که از اونجا اراده خدا اعمال میشه. ای پدر من که در آسمانی نام تو مقدس، راجع به شمال صحبت میکنه، وقتی راجع به شیطان صحبت میکنه میگه که تو کروبی بودی که در واقع میخواستی بری در بالا تخت خودتو در شمال بذاری. شمال جایگاه جلال خدا و تخت خداست، از اونجاست که ایده های عالی خدا، افکار سلامتی خدا برای زمین انجام میشه، برای من شما انجام میشه. میگه اونجا هم تو را ندیدم و بعد ادامه میده میگه و به طرف جنوب گشتم، خدا میپوشاند و او را نمیبینم. چرا؟ مگه ایوب مرد کاملی نبود؟ چرا خدا رو نمیبینه؟ همیشه دلیل این نیست که ایوب در گناه بود، یا تو در گناهی، یا در اشتباه هستی، یا در خطا هستی. خدا اجازه میده یک جایی که چشمان سر و فیزیکی تو بسته بشه تا چشمان روح تو باز بشه. امور روح را روح میداند و امور جسم را جسم، و خدا اجازه میده که یه جاهایی تو چیزی رو که در واقع داری براش دعا میکنی نبینی، اما با ایمان ببینی. ایمان باور و دیدن چیزهای نادیده است. شما میتونید تصور کنید که الان هر کدوم از شما چشمتون رو ببندید، یک لحظه چشمتون رو ببندید، همه بدون استثنا چشمتون رو ببندید و تصور بکن با چشم بسته از اینجا بلند بشی، بخوای بری بیرون، پله ها پایین، دم در تا سر ایستگاه. ولی باهی اجازه نداری چشمتو باز کنی. چشمت کاملا بسته است. الان در ذهنت داری تصور میکنی تمام پله ها، صندلی ها، جاده، در از کجا
چند تا پله کجا وجود داره، کجا دست اندازه، کجا چراغ قرمزه و کجا باید برم. و دقیقا شما دارید از چی استفاده میکنید؟ از آن تجربیاتی که قبلا که چشمانت باز بود داری استفاده میکنی، چون قبلا این راه رو بلدی، قبلا این راه رو رفتی. خدا اجازه میده یه جایی چشمان ما ببینه که راههایی را که با خدا رفتیم تو ذهنمون بشینه، که زمانی که چشمای تو نمیبینه همون راهها رو بتونی با ایمان بری. دیگه چشمت نمیبینه، اما چشم دلت میبینه، چشم ایمانت میبینه. و اینجاست که در واقع خدا داره اجازه میده، پسرم دخترم تو گناه نکردی که من تو رها کنم، دارم بهت یاد میدم از دیدار به ایمان عمل کنی. میخوام بهت یاد بدم با چشمان بسته هم تو میتونی باور کنی که من هرگز تو رو رها نخواهم کرد. ایوب به جایی میرسه که میگه که خداوند از کنار من عبور میکنه و او را نمیبینم و از کنار من گذر میکنه و او را احساس نمیکنم. ایوب از کجا میفهمی؟ تو که نه میبینی نه احساس میکنی، از کجا میدونی خداوند الان از کنار تو داره عبور میکنه؟ روزهایی که چشمام برکاتش دید، معجزاتش دید، دست شدید، فیض شدید، لطف شدید، این روزها را فراموش نمی کنم. الان چشمان بسته است اما می بینم که خداوند همچنان کنار من است و من را ترک نکرده. و خدا اجازه می ده که ما یاد بگیریم اعتماد کردن رو در روزهایی که اگر چیزی نمی بینیم. خدا وعده داد که هرگز ما رو رها نخواهد کرد. تو دوم پادشاهان باب 4 شهر حال اون زنی رو میبینیم که ایلیشا ملاقاتش میکنه. دوم پادشاهان باب 4 رو باز بکنید. شهر حال زنیه که کلام خدا میگه زنی از زنان پسران انبیا نزد ایلیشا آمده گفت بندت شوهرم مرد و تو میدانی که بندت از خداوند میترسید. اکنون طلبکارا آمده تا دو پسر مرا به جهت بندگی و بردگی خود ببرند. شرحال زنی داره صحبت میکنه که در خدا زندگی میکرد و شوهرشم در خدا بود و بچه هاشو در خدا زندگی میکردن. کسایی بودن که آیات و معجزات خدا رو میشناختن، کسایی که بودن دست خدا رو معجزات های توسط مرد خدا دیده بودن. شوهرش پسر انبیا بود، زیر دست ایلیا بزرگ شده بود، معجزات این مرد خدا رو دیده بود. اینا تو زندگیشون معجزه براشون خیلی عادی بود، ندیدن معجزه براشون سوال بود. شوهرش مرده، بدهکاری از یه طرف، حمله طلبکارا یه طرف، پسراشو میخوان ازش بگیرن یه طرف، به اسارت بردگی. و بعض مواقع سوال خدای چرا من و شوهرم که تو رو دوست داشتیم، عاشق تو بودیم، بچه هامون همینطور، ما خدا ترس بودیم، ما در اراده تو زندگی کردیم، سعی کردیم در راسته تو زندگی بکنیم، چرا وضع ما اینطوری شده؟ و ممکنه در واقع سوال خیلی از خادمین باشه که خدا رو خدمت میکنن، سوالی کسی که دست کمک دارن، دارن سوال میکنن خدای چرا؟ چرا بچه من الان باید اسیر بشه؟ من که برای تو تمام زندگیمو دادم، بچه های مردم رو از اسارت آزاد کردم، من بشارت دادم، مردم زیادی ایمان آوردن، اما چرا خانواده خودم ایمان نیورده؟ بچه های زیادی نجات پیدا کردن، چرا بچه خودم نجات پیدا نمیکنه، آزاد نمیشه؟ برای دیگران دعا کردم شفا اومد، چرا الان برای خودم شفا نیست؟ چرا وضع من اینطوری شده؟ چرا حال یه زنی که ممکنه هر آن بچه‌شو گرفتن و برای اینکه بتونه در واقع امرار معاش بکنه ممکن بود به هر راهی کشیده بشه. و اینجا سوالیه که در واقع چرا؟ وقتی میره پیش این مرد خدا،
این مرد خدا سمبولی از خداست، چون که میدونه پیغام او پیغام خداست، مسو مس خداست، ردا و ردای ایلیا رو گرفته، بس مضاعف رو داره، میدونه آنچه که از خدا میگه، اگر من ایلیا هستم میگم باران نباره. این مرد میدونستن که به عنوان جانشین ایلیا هر چی که اون بگه انگار خدا داره صحبت میکنه. این همون چیزی که کلام خدا در پتروس داره میگه، وقتی حرف میزنید انگار سخنگویان خدا حرف بزنید، انگار خدا داره حرف میزنه. و در واقع میدونستن این مرد نماینده‌ای و نشانی و آینه‌ای از خداست. و این شخص داره در واقع میره نزد خدا و داره طلب میکنه، خداوندا وضع من خیلی خرابه، طلبکارا، یه چیزی به شما بگم، بدهی بندگی میاره. و بعضی مواقع با حکمت یا بی حکمت بندگی میاد. به همین کلام خدا راجع به قرض صحبت میکنه، درس ما نیست، اما میخوام بعضی مواقع بگم که چرا ما بعضی مواقع دردهامون زیاد میشه، چون بدون حکمت وارد قرضهایی میشیم که این قرضها ما رو به اسارت میبره. و بعد میریم نزد خدا، خدایا چرا من اسیرم؟ میگه چون که به حکمت عمل نکردی مقروض شدی. به شما بگم ایماندار نباید قرض بگیره مگر اینکه بخواد بیزنسی رو بنا کنه، مگر اینکه بخواد باهاش کاری بکنه و درآمدی در بیاره، مگر اینکه بخواد اون پول بچرخه و در واقع میزان برای امرار معاش زندگی به کار ببره. در غیر این صورت برای چیزها، برای هزینه‌های زندگی هیچ وقت قرض نگیرید، چون قرض اسارت میاره و بندگی میاره. حواسمون باشه، نداری فعلا نخواه، یخچال فعلا نداری بزرگش نمیخواه، مجبور نیستی قرض کنی. و خیلی چیزها هست که قرض نکن. و ایلیشا بهش میگه که بگو برای تو چه کنم. قبل اینکه بهش پاسخ بده که اون زن بخواد حرف بزنه چی میخواه، میگه در خانه چه داری؟ خداوند امروز از تو میپرسه که چی داری؟ زن میگه که یک ظرف روغن، یک ظرف روغن اما خالی، امید خالی، ایمان من خالیه، ظرف ایمانه اما توش ایمان نیست، ظرف مسه اما توش روغن نیست، ظرف برکته، ظرف نونه اما توش نون نیست، ظرف آبه اما توش آبم نیست، ظرف خمیره اما توش خمیر نیست، فقط یک ظرفه، یک یادگاره از اون روزهای خوش که خدا منو برکت میداد، اما الان خالیه، هیچی نداره. اگه ظرف روغنت خالیه، اگه ظرف خمیرت خالیه، اگه ظرف دلت خالیه، اگه ظرف ایمانت خالیه، اگه ظرف امیدت خالیه، اگه ظرف دعات خالیه، کلام خدا میگه برو ظرفای خالی تو بردار بیار. ظرفای خالی تو بردار بیار. و ظرفای تو رو چنان پر خواهم کرد که بری ظرفای خالی دیگران رو پر کنی. میخوام یاد بگیری به من اعتماد، یاد بگیری بچه ها افتخارت نیستن، شوهر افتخارت نیست، زن افتخارت نیست، افتخار تو یهوه است، افتخار من عیساست. امروز هستن فردا نیستن، خدای نکرده آمین که عمرشون درازا باشه، اما انسانیم. خدا میخواد اعتماد ما به اون باشه. متبارک باد قومی که یهوه اعتماد اوست. و این خیلی خوبه که هنوز ظرف امیدت خالیه اما دور ننداختیش، ظرف خمیرت خالیه اما دور ننداختیش، ظرف روغنت خالیه اما دور ننداختیش. امروز خدا ظرفای خالی منو تو رو پر می‌کنه. وقتی از همه چی می‌بری، از همه کس می‌بری و با آخر خط میرسی، آخر خط ما شروع خط خداست. خدا تو رو رها نکرده،
خدا میخواد یاد بگیری بهش اعتماد بکنی، تو بیزنس با آخر خط میرسی یاد میگیری. شخصی میگفت من بدهی داشتم و بدهی های زیادی داشتم و میگه 500 میلیون بدهی داشتم، من قریب بود که حکم جلبم بیاد و میگه فقط تو برآوردام اشتباه کردم، هیچ کار اشتباهی هم نکردم، تو برآوردام اشتباه کردم، همه چیز اقتصاد همه چی به هم خورد و میگه یه قانونی اومد، قانون بانکی اومد که کسی که تا اینقدر بدهی داره اگر اینقدرشو بده ما بقیشو بهش میبخشن. میگه اصلا چیز غیر ممکن بود. یه زمان کوتاه اومد و اونم رئیس بانک بهش گفته بود. میگه باز همون پولم نداشتم چون همش بدهی داشتم. رفتم یه بانک دیگه بهش گفتم که همچین قانونی اومده. گفت آره. گفت من پول ندارم، به اون بانکی هم که میخوام بدم خودش به من پول نمیده که قرضم رو حتی اونجا ببخشم، میشه به من وام بدید، من با این وام برم اونو بدم و آزاد بشم. میگه در کمال ناباوری خدا بهم داد و رفتم بدهیامو دادم و بعد نه فقط اونجا اومدم بیرون، خدا اینور رو برکت داد که بتونم مال اینورم بدم. خدا یه جاهای اجازه میده وقتی میباریم به این معنی نیست که همیشه تو خطا کردی. خیلی مواقع سادگی ما، افراد به خاطر سادگی و ضمانت میکنن، پشت چک امضا میکنن، به زندان میافتن. خیلی دوست دارم یه سری شهادت ها بگم اما چون که پشت تیویه نمیگم، چون که ممکن اون افراد بشنوند، دوست ندارم، شما هم نمیشناسیدشون، اما خیلی شهادت ها هست که وقتی میشنوم واقعا اشکم در میاد که خدا من چگونه افرادی رو که با صداقت کار کردن اما مجرم و بدهکار شدن خدا معجزه آسا نجاتشون داد. ترسندگان خدا رو هیچ کمی نیست. خدا دعای تو رو میشنوه، فقط میخوای یاد بگیری بهش اعتماد کنی، ظرفای خالی تو به حضورش ببری. خدا تو رو رها نکرده، خدا این زن رو رها نکرد، خدا ناله های او رو شنید، خدا میشنوه. خدا اجازه میده وقتی همه رو دور زدی، همه گفتن نه، فلانی یه قد پول داری؟ نه، فلانی امیدی هست؟ نه، دکترها سفارش میکنن؟ نه، همه رو دور زدی، آخر کار خداوندا هیچ امیدی به جز تو ندارم، خدا در جدید برای تو باز میکنه. خدا اجازه میده اجازه از همه ببریم، حتی از دعای همه ببریم. خداوندا چشمانم تنها به سوی توست، مدد کننده من تو هستی، بیا خداوندا ظرفای خالی من رو پر کن. امسال سالیه که خداوند میخواد ظرفای خالی رو پر کنه، ایمانهای خالی رو پر کنه، سلامتی که خالی شده رو پر کنه، امید برای آزادی رو پر کنه. امسال خدا میخواد ما رو بلند کنه با کلام زیباش که من شما رها نکردم، اگر رها کرده بودم شما زنده نبودید، دلیل زنده بودنتون اینه که من هستم. تو منو نمیبینی، من میبینمت. تو نمیشنوی، من میشنوم. تو منو حس نمیکنی، ولی من تو رو حس میکنم، همچون مردمه که چشم من هستی. یا با هم دعا بخونی. شکرگزاریم خداوند به نام عزیز پسر دیسته مسیح که دلهای ما به واسطه نام او نزد تو وصل شده. شکرگزاریم که به واسطه نام پسرت ما در آسمان شناخته شده هستیم و دعای ما رو میشنوی. کلامت میگه تا کنون به نام من چیزی نطلبیدید بطلبید، اما نه برای خودتون بطلبید، برای ملکوت من بطلبید، من نیازها رو به شما خواهم داد. نمیگه هر چی بخوای بهت میدم، نیازتو بهت میدم. خداوند شفا حداقل نیاز ماست، نان کفاف ما رو به ما بده. به نام عیسی مسیح دعا میکنم برای اونهایی که زمانهای طولانی منتظرن و دعا کردن، وضعیتهای اقامتیشون تو ترکیه و جاهای دیگه گیر کرده. خداوند به نام عیسی مسیح
ظرف انتظار خالی شده اونها رو با یه جواب خداوند نیکو امسال پر کن. اونهایی که خداوند به خاطر بیپولی و مریضی حتی نمیتونن برن درمان کنن، حتی پول ندارن برن درمان کنن، ای خداوند یا از آسمان شفاتو برید یا از طریق دستهای مبارک اونها رو حمایت کن که اونها برن درمان کنن. دعا میکنم خداوند به نام عیسی مسیح ظرفای خمیر خالی رو از رحمتات پر کن، ایمان رو در قلبهای ما بریز به نام عیسی مسیح. سالی که امسال شروع کردیم از طریق ما و کلیسات خداوند افتادگان رو بلند کن، اسیران رو آزاد کن، مریضان رو شفا بده، نامیدان رو امید بده، تاجی به عوض خاکستر، ردایی به جهت نوعیگری باشه که امسال سال پسندیده برای اونهایی باشه که خداوند در بندگی و اسارت و بدبختی و درد داره دست پنجه نرم میکنن. سال پسندیده خداوند، سال یوبیل خداوند، سال برکت باشه. با شکرگزاری به نام عزیز پسر عیسی مسیح میطلبم. با شکرگزاری. آمین.